سلام در این ویدیو قصد دارم به شما نشون بدم که چطوری میتونید به فایل متا دیتای دسترسی پیدا بکنید و همینطور قرار راجع به ریویل شدن ان صحبت بکنم اولین کالکتیبلی که میخوام باش شروع بکنم کالکتیبل پرایم ایپ هست پرایم ایپ سر صدای خیلی زیادی به پا کرد توی یک روز تونستن ممبرهای دیسکورد خودشون رو به 100 هزار تا برسونن یه مارکتینگ عجیب غریب و فلور پرایس رو هم میتونید مشاهده کنید که بسیار عدد بالایی هست اگر نگاه بکنید نفتی ها رو میبینید همشون به یه شکل هستن و هیچ تفاوتی با همدیگه ندارن جریان چی هست؟ در واقع این کالکتیبل NFT ها هنوز ریویل نشدن معمولا در پروژه مختلف NFT ابتدا مینت NFT ها صورت میگیره و اول تمام انفتیا ها فایل متادیت هایی که استفاده میکنن مشترک هست برای همین هیچ کدوم از اینا در حال حاضر با همدیگه تفاوت ندارن اما پروژه میان یک تایم ریویل شدن معرفی میکنن توی اون تاریخ ریویل شدن فایل متا هر کدوم از اینا تغییر میکنه و میشه گفتش که اون موقع هست که ارزش هر کدوم از NFT ها مشخص میشه و هر کدوم از NFT ها با اون یکی متفاوت میشه فایل متا دیتاش بحثی که وجود داره اینه که زمانی که NFT ها ریویل میشن معمولا مدت زمانی طول میکشه تا اوپن سی فایل متا دیتا رو ریلود کنه و آپدیت کنه و میبینید مثلا NFT ریویل شده اما همچنان تصاویر به یه صورت هست خیلی از این موضوع استفاده میکنن و میان یه سری از NFT هایی که ریر هستن NFT که خاص هستن رو با توجه به فایل متادیتاشون که از کانترکت به دست آوردن میان اسنایپ میکنن و با قیمت های پایین تری میخرن یه دفعه میبینید بعد از ریویل شدن با که تصویر بعضی از اینا حتی نمایش داده نشده بعضی آفرای خیلی خوبی میگیرن پس جریان به این صورت هست که بهتون نشون میدم چطور میتونید این فایل های متادیتا رو مشاهده بکنید بحث دیگه ای هم که وجود داره اینه که معمولا بعد از ریویل شدن NFT ها ما شاید کاهش قیمت هستیم به خاطر اینه که بعضی انتظار داشتن که یه نفتی ری رو مینت کرده باشن اما یه دفعه میبینن که نه یه همچین اتفاق نیفتاده در نتیجه میان حتی اگر شده پایین تر از فلور پرایس NFT خودشون رو میفروشن یا بعضی هم ممکنه اصلا از طرح NFTشون خوششون نیاد و بیان پایین از فلور پرایس بفروشن. پس بهتره معمولا در پروژه اگر قصد خرید دارید بعد از اینه که مین شده از سکندری مارکتی مثل اوپن سی بهترین هست بعد از ریویل شدن خرید خودتون رو انجام بدید هرچه این موضوع قطعیتی نداره و ممکنه در بعضی از پروژه این اتفاق نیفته اما چطوری میتونیم به فایل متادیت های NFT ها دسترسی پیدا بکنیم؟ پروژه که قصد دارم متادیت های اون رو بررسی بکنم مکاورس هست که میشه گفتش که یه مجموعی هست که ریویل شده و میبینید که هر کدوم با اون یکی متفاوته من روی این NFT کلیک میکنم آیدی رو میتونید در اینجا مشاهده بکنید سفر رو پایین میگشم روی دیتیلز میزنم آیدی رو از این بخش کپی میکنم و روی گزینه کانترکت آدرس کلیک میکنم سفر رو پایین میگشم روی کانترکت میزنم و در این بخش رید کانترکت رو انتخاب میکنم سفر رو پایین میکشم و در این بخش توکن یور آی نیاز هست آیدی اون NFT که میخواید متا رو مشاهده بکنید پیست بکنید من آیدی که کپی کرده بودم رو پیست میکنم و روی گزینه کوئری کلیک میکنم اینجا شما میتونید لینک IPFS متا دیتای اون رو مشاهده بکنید من اون رو کپی میکنم توجه داشته باشید در بعضی از پروژه ها میبینید که از این بخش برای شما نمایش داده شده اگر از مرورگری مثل کروم استفاده میکنید خودتون نیاز هست این بخش قبلی رو بهش اضافه بکنید من دوباره این رو کپی میکنم و این رو در یک صفحه دیگه پیست میکنم از اونجایی که من از مرورگر بریو استفاده میکنم میتونید اینجا مشاهده کنید بریو از IPFS پشتیبانی میکنه اینجا میتونید ترید های مختلف رو ببینید دیسکریپشن اطلاعات مختلفی که هست و این بخش ایمیج هم میتونید تصویر رو مشاهده بکنید اگر این بخش رو نگاه بکنید من این رو کپی بکنم ایمیج رو در واقع این لینک تصویر هست روی IPFS CID مربوط به تصویر هست روی IPFS و بعد از اینی که تصویر نمایش داده بشه میتونم اون رو مشاهده بکنم همینطوری که میبینید تصویر روی آی برای من نمایش داده شده این شیوهی بود که میتونستید از اون استفاده کنید اینجا هم دقت داشته باشید آی پی او و بعدش آی هست و این سی دی که میتونید مشاهده بکنید اما مجموعه دیگه که میخوام بررسی بکنم کلونیکس هست اگر سفر رو پایین بکشم روی دیتیلز بزنم توکن آیدی اون رو کپی میکنم و روی گزینه کانترکت آدرس میزنم اگر صفحه رو پایین بکشم روی گزینه کانترکت بزنم read contract صفحه رو پایین بکشم توکن یو آی اینجا آیدی رو پیست میکنم و روی گزینه کوئری میزنم اگر اینجا نگاه کنید میبینید آی نیست در واقع فایل متادیتا روی سرور خودشون میشه گفت ذخیره شده من اینو اگر کپی بکنم میتونم در این بخش اون رو پیست بکنم و اگر روش کلیک بکنم فایل رو میتونم دانلود بکنم این کار رو انجام میدم فایل رو باز میکنم و این فایل متادیتایی هست که میتونم ترید های مختلف رو مشاهده بکنم اینجا بخش ایمیج اگر این آدرس رو کپی بکنم در واقع آدرس تصویر آپلود شده روی سرورشون هست این رو در این بخش پیست بکنم میتونم تصویر رو هم مشاهده بکنم پس عملا میشه گفتش که اینی که شما بتونید به فایل متا دیتا دسترسی پیدا بکنید میتونه اطلاعات بیشتری هم به شما بده مثلا من اینجا متوجه شدم که فایل روی سرور آپلود شده نه مثلا روی آی در کل میشه گفتش که اکثر پروژه ها یا روی سرور فایل متا دیتا آپلود میشه و یا روی آی پی اف اس اما یه پروژه و کالکتیبلی که خیلی متفاوت بود و من خودم هنوز متوجهش نشدم پروژه نئو توکیو هست که به صورت فیر لانچ بود و کاملا مینتش رایگان بود و الان میتونید فلور اون رو مشاهده بکنید که نزدیکی به ده اتریوم هست کسانی که این NFT رو مینت کردن به صورت رایگان مینت کردن میتونید تصاویر رو مشاهده بکنید واقعا تصاویر عجیب غریبه من خودم هنوز خیلی نتونستم درکش بکنم اگر کانترکتش رو بیارم بخش رید کانترکت میتونید فایل متا دیتا رو مشاهده بکنید یعنی دقیقا عین بقیه اومدم آیدی رو دادم و یه همچین چیزی رو تحویل گرفتم ظاهرا یک فایل با فرمت جیسونه هنوز نمیدونم این چطوری میشه ازش استفاده کرد اگر کسی اطلاعاتی راجع به این قضیه داره حتما توی بخش کامنت ها بیان بکنه بخوام یه جنبندی داشته باشم در کل میشه گفتش که دستیابی به فایل متا بیشتر به درد بعد از ریویل شدن NFT میخوره زمانی که اوپن سی هنوز آپدیت نکرده فایل ها رو همین مجموعه اگر شما برید نگاه بکنید بعد از ریویل شدن میبینید که تصاویر همچنان به این صورت هستن اما فایل متا هاشون تغییر کرده تریت مشخص شده و اگر یه وقت به شما یه پیشنهادی شد یک آفر خوبی داشتید به نظرم حتما برید فایل متا رو بررسی بکنید ببینید شاید یک NFT ریل و خاصی گیر شما اومده و همینطوری مفت اون رو از دست ندید اما امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه لایک و سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار